وقایع روزهای 6 و 7 مرداد بسا گسترده تر از چیزیه که در تصاویر دیده میشه. به خصوص من امروز میخوام به رفتار وحشیانه مهاجمان قرون وسطایی نسبت به دخترانم در اشرف اشاره کنم. اونها زنان رو وسیعاً به حد که حرمت و تعرض جنسی تهدید کردند. با وقیحانه ترین تهدیدها تلاش کردند که همه رو مرعوب کنند و حتی تهدید کردند که تمام مردان اشرف رو قتل عام خواهند کرد تا پس از اون محلهای استقرار زنان رو تصرف کنند و بعد البته این تهدیدها توسط جانیانی صورت گرفته که یا مستقیما از طرف رژیم و اشرف اعزام شده بودند یا وابسته به رژیم آخوندی بودند. میدونین که همدستان اونها سال هاست که در سراسر ایران به همین خشونت ننگین علیه زنان متوسل میشه، یعنی آخرین حربه آخوند پاسدار ها. حقیقت این است که رژیم آخوندی در برابر مقاومت اشرفی ها و زنان اشرفی به سطوح اومده. در همون صحنه درگیری و کشتار روزهای 6 و 7 مرداد اگر نبود پایداری زنان اشرفی که برای دفاع از سایرین سپر انسانی تشکیل داده بودند و اگر نبود روحیه و ایمان و طاقت ستودنی آنها و به ویژه هدایت و فرماندهی و جلوداری آنها، بیشک شمار شهیدان و مجروحان چندین برابر می شد. البته من اینها رو دارم از قول برادرانم در شهر اشرف برای شما بازگو می کنم. خوب یادآوری کنم که این زنان پیشتاز که عمدتاً از زندانیان سیاسی یا دانشجو یا فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران و اروپا و آمریکا بودند، نسلی از زنان رها هستند که پیوستند به مقاومت و پایداری در اشرف رو با طیب خاطر و با فدای حد اکثر اون هم در همه زمین ها انتخاب کردند تا مردم و کشورشون رو آزاد کنند. اونها نه فقط برای خواهران خود در ایران بلکه برای زنان تمام کشورهای منطقه الگوی رهایی و آزادگی و پیشرفتند. به همین دلیل دفاع از اشرف، یاری رساندن به مبارزه علیه فاشیسم مذهبی، یعنی خطر مبرم صلح و امنیت تمام جهان است. تمام اشرفی ها برای استقامت پایداریشون
برای سردار بزرگ که هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. برای روح شهدا، و برای خانم مریم رجوی، علاوه بر اینکه دردش گفتنی نیست، باید هر روز و هر شب و هر وقت و بی وقتم جوابگو باشه. خداوند بهش کمک کنه و به این خانه بزرگوار توفیق بیش از پیش و توفیق روز افزون بده.
مراسم بزرگداشت شهدای اشرف، بهشت زهرا، درود بر روح پرفتوحتون، درود بر خون پاکتون. گرامی باد یاد و خاطره شهدای قسم خفی اشرف در تهاجم جنایتکاران رژیم مالکی به حمایت خانمی جنایتکار که پیوند خورده است با خون شهدای قیام ایران. خاطره شهدای اشرف گرامی با شهر زده بر سکوت زمان خروش تو در تمام جهان به سینه شب زدی چو شها چو آتش در تب و تا در گوشه های جهان صف یاران با دل و جان به دفاع یلان بسته با اشرف دیار عهد و پیمان با جسم و جان همه بی How is the United States protecting Ashraf residents from physical and other harm? And as we can see, we have some folks in the audience who are concerned with that as well. The Iranian government still captured these 36, now holding them even though an Iraqi judge has ordered these individuals to be released 2 weeks ago. They're still in captivity. Dû être prononcé hier après-midi par Mme Mitterrand. Le 28-29 juillet, au camp d'Ashraf, les forces gouvernementales ont fait violemment irruption. On déplore à ce jour 11 morts, 500 blessés et 37 personnes retenues en otage sans aucune charge légale à leur encontre. Nous demandons d'assurer les garanties minimum des droits stipulés dans la 4e Convention de Genève. 36 residents were arbitrarily detained by the Iraqi forces. Thank you.
times reiterated that the 36 hostages have committed no crime that is susceptible to prosecution in Iraq, and for that reason, under international law, it is obligatory that they now be released. Now, the government of Iraq, we need hardly to be reminded of this, the government of Iraq is not about to take the initiative to do anything like that. لكن الانت التنفيذيه لا زالت تحتفظ في السجون ونظره صراحه لحد الان. Of this brutal attack, Amnesty International has been involved in this case. Of the United States, given especially the notion